عکسای شکنجه شده ها، عکسای قاتل ها فلان تو کوچه و خیابون باید نشون بدین، جنایت اینا رو در پنجره نشون بدید و بعد از اینها بخواین که از رهبران خودشون، از نماینده‌های خودشون بخواین که پشتیبانی کنن از پنجره. خب از ملت ایران تشکری بکنم، از مردم انسان دوست، نو دوست، مردم آزادی خواه ایران که از مردم افغانستان مبارزه و دفاع مردم افغانستان و مقاومت ملت افغانستان در مقابل وحشت و دهشت دفاع کردن، ایستادن و حمایت کردن، جدا من سپاسگزار هستم. همچنین از تمام شخصیت هایی که در این مدت از مردم ما و از مقاومت ما حمایت کردن جدا سپاسگزار هستیم و ایره به دیده قدر می نگریم و به شدت برای مقاومتگرها دلگرم کننده بود وقتی که می شنیدن برادرها و خواهرها در او طرف مرزها به یادشان هستن و حمایتشان می کنن و ما واقعا سپاسگزار هستیم. اجازه بدین پروانه میخوام ازتون که درود بفرستم به برادرم دوست عزیزم هنجار طلایی، عشق همه شما، اکبر گلپایگانی. آی گلپایگانی خستگی ناپذیر، در خونش همه جور وایه، با این مسائل کرونا و فلان اینا باید رعایت کرد البته، نباید همینجور، ولی میخوام بگم دوست داره هنر رو و هنرمنده و بچه‌هایی که از زیر 10 سال میان تا بالا میان میشینن کنارش و صداشون رو به امتحان میذارن که گلپا گوش کنه. خیلی لذت بخشه، خیلی زیباست، خیلی قشنگه. استاد گلپا هنجر طلایی، ای نازنین مهربان، اصلا ذره ای ناراحت نباش که 40 سال تو رو سانسور کردن، بهتر 40 سال تو رو سانسور کردن بهتر. در درسته که استعداد، چون گذشته دارم میگم، چون گذشته ناراحت شدنش فایده نداره، ولی ما آخر دنون میخواست که تایی بوده. ولی تو هر 1 سال یه بار یه ترانه زیبا، یه تصنیف قشنگ به مردم خودت پیشکش کردی، اینها بزرگ با ارزشه. همین بود که تو رو چون سبلان و دماوند و البرز جدا از دیگران نشون داد در تاریخ. گلپا همچنان میدرخشد که بچه ها، گلپا وقتی میاد پاریس بچه ها، یه کسی اول اینو گفت، بچه 6 ساله، ام گلپا اومده، رهبر دل ها اومده. این یزدان گواه هست که بچه 6 ساله خودش فلبداهه اینو گفت، یعنی کسی براش نساخت اینو. ام گلپا اومده، رهبر دل ها اومده. همین بچه خواهری داره، خواهرش هم یه بار آقاسی عزیز که اومده بود توی ماشین ما بود، داشتیم ما میرفتیم، اون خواهر همین بچه 6 ساله و موقع 5-6 ساله شد، آقاسی تا نشست تو ماشین و با این بچه کوچیک هم یک دستیم سرش، یک دختری خانمی بود سرش سرش کشید، یه دختر گفت آمنه آمنه کفش تو توی دامنه منه. خودش ساخت، بچه 5-6 ساله. آقاسی تعجب بودم به جون تو آقاسی، کسی رو یادش نداده، این خودش داره میگه اینا. حالا برادر این دکتر خانم، ولی دکتر خانم که بزرگ شده 28 سال عمرشه و مدیر یک رادیوی فرانسوی است و اینها، ولی بچه که گفت عمو گلپا اومده، رهبر دلها اومده، بعد تا عمو گلپا میومد و میدیدش، این رفقای همکلاسی فرانسوی خودش یزدان گواهی پخش کردم مثل یه بار، حالا خود استاد گلپا این ده. بچه های فرانسوی یاد میداد که بگن عمو گلپا اومده، رهبر دلها اومده. خیلی قشنگ. حالا استاد گلپا اینو گفتم، خیلی هم فکر قشنگ بود، گفتن یک بدیم یه شاعری یه شعر بگه با این شروع بشه، این توش باشه بره پایین، چون میدونیم بعضی وقتا ابتداشو یه شعری گفته میشه، یه خطی سروده میشه، بعد هنرمندا در ادامهش میان. حالا هم همینجا سیاوش اوستا به اطلاع همه میرسونه، عزیزان فرهیخته نازنین، که شما با این شروع کنین، امو گلپا اومده، رهبر دلها اومده، و برید یه شعر به سراغ یه ترانه و تصنیفی که استاد گلپا بخونه
و باز یادگار دیگه باشه از تلاش های این مرد بزرگ و اهورایی. شبو